خب امریکایی ها از مدت ها قبل مدعی این بودن که اسنپ‌بک کردیم، پس تحریم های سازمان مللی علیه ایران باید برگردند. امروز جلسه از این نظر اهمیت داشت که 110 کشور جهان مخالفت کردند با این نگاه امریکا، 32 کشور رأی ممتنع دادند و تنها 9 کشور همراهی کردند با امریکا، از جمله بحرین و عربستان و جیبوتی. اتحادیه اروپا، چین و روسیه هم در بیانیه‌های جداگانه به شدت از یک جانبه گرایی امریکا و کارشکنی‌هاش و خروجش از برجام انتقاد کردند و اسحاق آل حبیب، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، هم در این جلسه سخنرانی کرد و گفت این طرح امریکا در تعارض با قطعنامه 2231 و نقض فاحش منشور ملل متحد به شمار میاد. آقای آل حبیب یادآوری کرد که دو بار تلاش امریکا در شورای امنیت هم در همین باره ناکام بوده. اگر این طرح امریکایی ها تصویب میشد، سازمان ملل در سال 2021 باید بودجه جداگانه ای رو برای احیای کمیته تحریم ها علیه ایران مصوب میکرد که این پروژه شکست خورد.